گنج رایگان. شنوندگان عزیز، یاران با وفا، سلام های گرم و محبت های بی پایان مرا قبول کنین. خدا کنه در هر جایی که در دنیا زندگی می کنین همه به سلامت و سعادت باشین. شنوندگان ارجمند، امشب برگزیدیم که راجع به یک موضوع اساسی و مهم در حیات فرهنگی هر کشور اشارات بکنیم و از جمله راجع به زبان مردمی پر از غنای مردم افغانستان یا به عبارت دیگه زبان پر از محتوای دری فارسی در هر کجای جهان باید مطالب تقدیم کنیم و اشارات بکنیم. اخیراً بستان خرد رساله پربهایی است که توسط شاعره بسیار بسیار با احساس و پرتوان خانم ناجیه کریم که اینا در این زمان خودشان دکتر و متخصص امور زیست و زیست شناسی هم هستن، با زحمات زیاد ایره گرد آوردن که به نظر من، فکر میکنم تا نظر شما چی باشه، یک گوهر ارزنده با گنج پر از بهای ادبیات و زبان والای دری فارسی علاوه کردن. خانم کریم، خانم ناجیه کریم آغاز میکنن که به نام خداوند بخشاینده مهربان. در پیشگفتار میگن اندرزها، پند و نکات آموزنده، ضرب المثلها و چیستانها از جمله اجزای مهم کلتور و فرهنگ هر جامعه می باشد و دوران بسیار قدیم در بین هر ملت و قوم بلسنه و لهجه های مختلف وجود داشته است و کلام خداوند است که می گوید، البته متن عربی است، معنایش ایست که آنها امثال است که می گوییم برای مردم تا اینکه ایشان تفکر کنند. و یا در این فرد می بینیم که من طریق سعی می آرم بجا، لیس للانسان الا ما سعا، که این خودش به ذات خود یک اندرز است. خب، زبان فارسی دری از ضرب المثل ها و نکات آموزنده که اکثرا توسط مردم عامه گفته شده بسیار غنی است و مرتبا در زندگی روزمره خود ما از آن استفاده می کنیم و یا از دیگران می شنویم. مجموعه بسیار گرانبها از ضرب المثل های زبان دری کشور ما که اکثرا اثر استاد محترم دکتر شهرانی است در سال 1377 به طبع رسیده. مجموعه که در این کتاب گنجانیده شده، یعنی در امی رساله بستان خرد، نکات آموزنده منظوم است که اکثرا به شکل پند و اندرز و بعضا به صورت مثل یا متل آمده. مثلا شاعر برگزیده معاصر کشور جناب محمد کریم کابلی میگوید که ملک سیرتی یا به خوی ددی، اگر بد نکردی نبینی بدی. میبینیم که امو مثل عامیانه مردم افغانستان به این شکل منظوم در آورده شده، بدخواهی کسان هیچ به مطلب نرسد، یک بد نکند تا به خودش صد نرسد. ای در عوام افغانستان بسیار معمول است. یاد شعر دیگه میگن که بهر دونان ز مهنت دونان گرست نخوش، دست طمع به خان خسیسان شکسته بی. یه ابیاتی را که تقدیم کردم میتونن هم پند باشن و هم متل یا مثل. نکات ارزنده که در این رساله به اصطلاح گرد آمده و گلچین شده بسیار بسیار آموزنده و ارزنده و با زحمات زیاد
فراهم شده. آغاز میکنن که چیستان یا چیست آن؟ چیستان ها از زمان های بسیار قدیم به روایات مختلف حتی قبل از قرن نهم هجری شمسی در بین مردم رواج داشته و در قرن نهم به اوج خود رسیده. چیستان ها یا به صورت شعری که دارای وزن قافیه بوده و یا به طور منصور که بدون وزن قافیه می باشند، معمولا با جمله چیست آن که چون تیز گفته میشه چیستان تلفظ میشه، چیست آن شروع میشه و مانند معما مغلق و پیچیده نیست. بعضی از چیستان های منظوم که توسط شاعران سروده شده است تا اندازه مغلق است، اما چیستان های عامیانه که اغلب به شکل نثر و یا به صورت منصور و یا نثر مسجع می باشد، معمولا ساده تر بوده و ریشه در فرهنگ و کلتور مردم داشته، دست به دست گشته و به این شکل بین مردم رواج یافته است. منتخب چیستان ها که در این رساله گردآوری شده هر دو به صورت نظم و نثر است. آل اندک راجع به گردآورنده خانم دکتر ناجیه کریم که صبیه محمد کریم کابولی یک شعرهای برگزیده معاصر افغانستان می باشند و در سال 1954 در شهر کابل پا به عرصه وجود گذاشتند. تعلیمات ابتدایی را در مکتب نازو انا و تحصیلات عالی را در لیسه زرغونه به پایان رساندند. در سال 1977 با گرفتن اسکالرشپ تحصیلی وارد امریکا شد، لیسانس و فوق لیسانس در رشته علوم تغذی و امراض از دانشگاه ایالت اوهایو و در سال 1982 آن را به پایه تکمیل رسانده و مدت‌ها در این رشته تخصصی مشغول کار در بیمارستان ها و امور صحت عامه می باشد. خب خود خانم ناجیه کریم از شاعرای بسیار بسیار وارسته و پرتوان هستند. بسیار کلام والا دارند. ما در برنامه اینا را دعوت کرده بودیم، یاد شنوندگان عزیز ما خاط باشه. اشعار فوق‌العاده عالی دارند و ما انشالله که در برنامه های نزدیک باز هم اونا رو دعوت میکنیم که هم بیشتر راجع به ای کتاب خود و هم راجع به شعر خود با شما شنوندگان عزیز صحبت کنم. خب شنوندگان عزیز، حالا میرسیم به بعضی مثال ها در زمینه. اول خب معلوم دار مثل همه سخنوران رساله را آغاز کردن: ای نام تو بهترین سر آغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. که البته همی عقیده سبب رستگاریشان در این امر خطیرم شده و چیز ارزنده از خود به جا گذاشتن فعلا. در اول زی آمده که آب اگر در روغن افتد، ناله خیزد از چراغ، صحبت ناجنس آدم را فریاد آورد. میبینیم که یک جهان پند و اندرز، مدامثل، متل، هرچی که نام بمانین دهی یک فرد نفته است. یا میگه که آبیست آبرو که نگردد به جوی باز، از تشنگی بیمیرو مریض آبروی خیش. صاحب میگه آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بچوشد آبت از بالا و پست. مولانای بزرگ میگه آب در کوزه و ما تشنه لبان میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. یا که مولانا باز میفرماید آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر تشنگی باید چشید. اما اصطلاح عوام داریم که میگن کاری که به اندازه، تاکتور از دست و پای نندازه. امیزی اشعار والا که حضرت مولانا سروده یا شعرهای
بسیار بسیار پر آوازی زبان دری یا شعرهای گمنام سرودن، هر کدام از این پند و اندرزی است برای انسان و برای فلاح و رستگاری انسان سروده شده. سعدی میگه آفتاب بدین بزرگی را ذره ابر پنهان میکند. بیاین ببینیم که اگه این کلام بخوایم تجزیه کنیم که انسان در هر چیز هر قدرم پیش بره بزرگ شود، باز انسان از کمبودهایی داره، بنده همان به که ز تقصیر خیش روی به درگار خدا آورد. یا که سزاوار خداوندیش کس نتواند که به جا آورد. خب در هر موضوع مدامثل و متل و ضرب المثل گپ های نهفته است که هم امروز می خواهیم از کلام بزرگا به او اشاره کنیم و در برنامه های دیگه به شما وعده می دهیم که از شعرها و از نویسندگان معاصر چیزهایی در مورد ضرب المثل های عامیانه و پر محتوای زبان دری باشه تقدیمتان کنیم. مولوی میگه آفتابی که بر جهان گردد بر خفاش کی نهان گردد. اون خفاش کور است. آفتابی که جهان روشن میکنه خفاش کور رو نمیبینه دیگه. سنایی میفرماید آفتاب از کدام سمت دمید که تو امروز یاد ما کردی. این ناممکن هست همیشه در کلام شاعر که آفتاب از مشرق زمین طلوع میکنه و به مغرب زمین غروب میکنه. اقه کار مستحیل و ناممکن است که چطور معشوق مهربان شده. آفتاب از کدام سمت دمید که تو امروز یاد ما کردی. ایرج مرزا میگه از دوست که بیوفاست دشمن بی از اوست. آن نقره که بی صفاست آهن بی از اوست. سعدی میگه آنتی مغز را چی علم و خبر که در روح هیزم است یا دفتر. یا که باز هم از کلمات پر از پند حضرت سعدی است، میگه آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی هیچ کس را گرد خود نگذاشتی. که یه البته به این شکل آمده و به این شکل آمده که آن دو شاخ گاو اگر خر داشتی آدمی را گرد خود نگذاشتی. یا میگه که آن که را خیمه به صحرای قیامت زده اند گر جهان زلزله گیرد غم ویرانی نیست. خب ما منظور ما این بود که در برنامه امشب راجع به می والا بودن زبان عامیانه و تأثیرش در فرهنگ هر کشور مختصر عرایزی داشته باشیم و شما عزیزا دعوت میکنم که در برنامه شام شنبه اگر ضرب المثل های منظوم و منصور پیدا کنین به خاطر از اینکه دیگه هم وطن ها از او مستفید شون در برنامه سهم بگیرین. از شعر مگذریم، از اشعار متول و طولانی مگذریم. شما هر قدر مدامثل و ضرب المثل و چیزی که زبان عامیانه را تمثیل میکنه و دارای معانی و مفاهیم بزرگ می باشه جمع‌آوری کنین، یک کمکی هم به این برنامه میکنین هم به خود و هم به شنوندهای عزیز ما. خب شنوندگان ارجمند، ما سرگرمی صحبت ارزنده با شما بودیم. پرودوسر بسیار بسیار دانشمند ما جناب تمیم اسلام به ما گفتن که از صحبت اگر قدر بکاهین بری که جناب سجادی شنونده گرامی ما از مشهد بلعین هستن. سجادی صاحب سلام عرض میکنیم.
سلام و عرض احترام ملکیار صاحب، بعد از سالهای دراز و روزهای دراز حضور شما سلام عرض میکنیم. در همین رابطه گنج شایگان ما یک سروده کوچیکی دارم اگر اجازه شما باشد. مهربانی میکنین سجادی صاحب، ما اول خب پریشان شده بودیم که دیر بود از شما احوال نداشتیم. بله شما یک مدتی بود که ما را بدآموز ساخته بودین، نه؟ خواهش میکنم. به هر برنامه تشریف میداشتین و از کلمات با ارزشتان مستفید میشدیم. شکر که آوازتان را بخیر شنیدیم و شکر که بسلامت هستین. بفرماین آقا. التافکم مزید، ما طولانی نمی کنم، باز خدمت شما عرض میکنم. من اول شعر می خوانم. بفرمایید. نوای خوش و نغمه های شبانه، تنین دلانگیزی چنگ و چغانه، چو عطر نسیم سبا می تراود به اعماق جان، شور و نای ترانه، سرود شبانگاه یاران همدم، ز امواج درد آشنای رسانه. بنازم بان مجریان توانا که بادا بدور از گزند زمانه، ز گلهای نورسته ارغوانی بجوشد کران تا کران جاودانه. خط و خال آن آشنا دل ستاند، که مرغی که افتاد در دام و دانه. با بازار بغداد شوریده مردی فقیری پر از درد و بی آشیانه، با بانگ رسا ناله می زد بس به هر سو که ای صاحبان زر و مال و خانه، وگر عدل و انصاف باشد شما را و دوران شود نامتان جاودانه، با دل مستمندان قناعت پذیرند که رسم طمع گم شود از میانه. نزد گرب سجادی گوین احسن که در شعر آمیخ پند و ترانه. و سلام درود بر شما، زنده باشین. ببینین شما پند آوردین در شعر، امی ضرب المثل ها همیش پند و اندرز است. انشاءالله. حضرت سعدی میگه که اندر این خاکدان فرسوده، هیچ کس را نبینی آسوده. بله. برای که دنیا جای آسایش نیست و انسان باید بر روز دیگه فکر کنه. ببینین یک جهان حکمت تنها دمی یک فرد انسان میافرم. التافکم مزید داشته. زنده باشین. شبتان بخیر باشه. انشالله که صحبت آینده نزدیک باشه. خب شنوندگان ارجمند، به سلسله صحبتی که امشب با شما عزیزان شروع کردیم، ما امی ضرب المثل را دانه دانه تا ای که شنونده های عزیز ما بلین بیاین خدمتان تقدیم میکنیم، خالی از لطف نخواهد بود. حضرت سعدی میگه که ابر باید که به صحرا بارد، ابر باید که به صحرا بارد، زان چی حاصل که به دریا بارد. دیگه ای برای که اینقدر خودش روان و واضح هست و حضرت سعدی هم همیشه بدون از این که گپ مغلق بگویه بسیار به سادگی میگه. یعنی کار، بله کار سپردن و بر موقع کار اجرا کردن، در جایی که لازم باشه انسان کاری را اجرا کنه، یعنی به جای امو انرژی و دانش و هرچی که باشه به جای مصرف نشود. و اگر ابر به دریا بباره دیگه چیزی کم و زیاد نمی کنه، اگر به زمین بباره زمین حاصل خیز می سازه. یا که اعتبار وضع بیدل در لباس افتاده است، ورنه خون در پیکر طاووس و زاغ یکسان بود. ببینین که ما اول امی انتخابی که خانم ناجیه کردن، هر کدام از این بیت و فرد و ربایی و هرچی که به حضور شما تقدیم بکنیم، یعنی شما باور بفرمایین که بحر در کوزه کردن و این بسیار قابل ستایش است. اعتبار وضع بیدل در لباس افتاده است، ورنه خون در پیکر طاووس و زاغ یکسان بود. هیچ دیگه حاجت تفسیر نداره. اعتبار انسان به چیزهای دیگه است. اگر نه همه انسان ها یکیستن، امو گوشت و پوست و خون و استخوان دارن همه، مگر یکی والا میشه، یکی پایین میشه، خصلت های عالی انسانی است، اونو اعتبار انسان است. و ما
امرای شما از برنامه شعر و موسیقی گنج شایگان حرف میزنیم. منتظر تلفن‌های شما هستیم. شماره تلفن ما 011-619-3136 است و جناب تمیم اسلام پرودوسر چیره دست ما انتظار گرفتن تلفن‌های شما هستند. خب شنوندگان ارجمند، جناب اسلام به ما گفتن که یک آهنگ فرهاد دریا را که ایده از شنوندگان عزیز ما قبلا هم فرمایش داده بودن به دسترس دارن، او را میمانیم. با سراغ تلفن های شنونده های عزیز خود میریم. ندارم اختیار گریه امشب، با در میگویم ای دیوار بشنو، عالم از چشم پرم شد می فروش، عالم از چشم پرم شد می فروش، زین قدر خمخانه ها آمد با جوش، عالم از چشم ترم شد می فروش. میزند بر سنگ و میگوید خموش، آسمان عمرش مینای مرا، میزند بر سنگ و میگوید خموش، عالم از چشم ترم شد می فروش، عالم از چشم ترم شد می فروش، زین قدر خون خانه آمد بجوش، عالم از چشم ترم شد می فروش. بیش از این فرق ندارد نشونوش، همچو شم از سر بریدن زنده، بیش از این فرق ندارد نشونوش، عالم از چشم ترم شد می فروش، عالم از چشم ترم شد می فروش، زین قدر خون خانه ها آمد بجوش، عالم از چشم ترم شد می فروش، عالم از چشم ترم شد می فروش، زین قدر خون خانه ها آمد بجوش، عالم از چشم ترم شد می فروش، عالم از چشم ترم شد می فروش، عالم از چشم ترم. خب شنوندگان ارجمند، من فکر می کنم که این
آهنگ چقدر بجای و چقدر هم عالی بود. وقتی که فرهاد دریا شعر میخوانه با آواز دلنشین خود و میگه که بدر میگویم از دیوار بشنو، چقدر گپای اصیل مردمی را دی گنجاندن که یک وقت فرصت بیشتر باشه ما شما انشالله ای را ای صحبت دلنشین را دنبال میکنیم. مثلا دمی موضوع ما اگه اصطلاحی داریم در عوام خود که در شهر اگر کس است یک حرف بس است، یا این شعر دیگه را که خواندن و چقدر هم عالی خواند که خدا کنه من اشتباه نکده باشم، همچو شمع از سر بریدن زنده ایم، بیش از این فرقی ندارد نیش و نوش. ببینین که خودش معنا است دیگه و چقدر گپای مقبول میتونه شده که در یک فرد و در یک مصرع و در یک دو بیتی و در یک چهار بیتی گنجانیده شود. و ما خواهش ما همیست که دنبال همی اصالت های زبان اگر شما هم بگردین، برنامه های مختلف به این اختصاص میتیم، شاید بتانیم گوشه بسیار بسیار کوچکی از این سرزمین پهناور زبان پردر دریره بتانیم بهش روشنی بندازیم، چیزی که از خاطران نره فراموش نشوه. ما به قدر توان خود سعی خود میکنیم، برقمی که پیشتر عرض کردیم که من طریقی سعی میارم بجا، لیس للانسان الا ما سعا. خب شنوندگان ارجمند، ما در وقتی که آهنگ داشتیم شنونده گرامی جناب طالع به لین آمدن. طالع سب سلام عرض میکنم. السلام علیک. علیکم السلام سب. اعترامات به دانشمند نهایت عزیز و گرامی ملکیار صاحب و سایر مجریان محترم رادیو آشنا و همه شنوندگان و ادب دوستان. سب علیکم السلام. من به حضور شما یک غزل میخونم که سراپا پنده میربانی میکنین. ببینین طالعی سب، ما شما وقتی که عرض ما را گوش کنین چقدر گپا به جای میفته. والله میشه ما همه قدر از شما فایده حاصل کردیم که بالکل شما بریم بخور. زیب کنید میربان هستین ما. والله بسیار به شرطی که شما میشوه خبی جنگ شایگان به اختیار خود داشته باشین. اختیار دارین نیکل کل عزیزا. در این حال که ما بمی قسم به اجراس شما خوشیم همه مفاد حاصل میکنیم. زنده باشین زیب، خدا شما را نگیره. از ما یک خدمت ناچیز است، امید است که مورد قبول واقع شوه و میربانی کنین شعری را که انتخاب کردین. ساختم با آتش دل لاله‌زار شد مرا، سوختم خار تعلق نوبهار شد مرا، سینه را چون گل زدم چاک، اول از بی‌طاقتی آخر از زندان تن رای فرار شد مرا. نیکویی پیشه کن تا از بدی ایمین شوی، نیکویی پیشه کن تا از بدی ایمین شوی، کینه از دشمن بریدم دوستدار شد مرا. هر چراغ در رای گمگشته افروختم، هر چراغ در رای گمگشته افروختم، در شب تار عدم شمع مزار شد مرا. دل به دام عشق خوش کردم، گل از خارم دمید، خو گرفتم با غم دل غمگسار شد مرا. گوهر تنهایی از فیض جنون دارم به دست، گوهر تنهایی از فیض جنون دارم به دست، گوشه ویرانه گنج شایوار شد مرا. کجنهادان را زکست باور نیاید در فرار، کجنهادان را زکست باور نیاید در فرار، ای به خود بی پرده گفتم پردهدار شد مرا. پیش نیکان بلا سنگ
بی پیش نیکان بلا سنگ مزارم شد سفید. جا به سرای عدم کزم حسار شد مرا، چون نشودم شمسان کز داغ مرومی ریب بر جگر هر شله آی پرشراری شد مرا. تشکر. تشکر از شما تالیسب میربانی کردین، شبتان بخیر باشه. خب شنوندگان ارجمند، ما جناب مقنن دوست گرامی و دوست قدیم و دوست همیشگی خود بلند داریم. مقنن صاحب از جلال آباد سلام. تشکر جناب ملکیار صاحب، ادیب فرخته و پرودوسر محترم جناب تمیم اسلام و گرامی شنوندگان ادیب و سخنوار برنامه گنج شایگان، تقدیم سلام و عرض ادب دارم. السلام علیکم. السلام جناب ملکیار صاحب، واقعا از ارشاداتی که به ابتدای برنامه فرمودین کسب فیض کردیم. ما هم قبل از اینکه یکی از اشعار خود یا غزلیات خود به خوانش بگیرم، یک چند تک بیت و روایت دارم حضور دوستا به خوانش میگیرم اگه اجازه باشه. مهربانی میکنین سب بفرمایید. شاعر میفرماین: صد لولوش درون و نگوید به کس صدف، صد لولوش درون و نگوید به کس صدف، یک بیزه مرغ دارد و صد نعره میزند. و یکی که شعر دیگه میگه: بیچاره آن کس که گرفتار عقل شد، بیچاره آن کس که گرفتار عقل شد، خوشبخت آن که کرخر آمد اولاغ رفت. بیدل صاحب فرمودن که اختلاف وضع بیدل در لباس افتاده است، بله، ورنه یک رنگ است خون در پیکر طاووس زاغ. این رو پیشتر عرض کردیم. بله بله. و جناب سعدی صاحب می فرماین: مسکین خر اگرچه بیتمیز است، چون بار همه برد عزیز است، باوان و خران بار بردار، به آدمیان مردم آزار. و یکی که باید دیگه می فرماین: آن که هفت اقلیم عالم را نهاد، هر کسی را آنچه لایق بود داد. بله. گربه مسکین اگر پر داشته، تخم گنجش که زمین برداشته. بله 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 بله. هیچ کس را گرد خود نگذاشته، این دو شاخه گاه اگر خر داشته. بله 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 صاحب. و جناب ملکیار صاحب، ما امشب غزل را حضور شما به خوانش میگیرم که تقبال یکی از غزلیات شاعر فرخته دکتر مظاهر مصطفی سرودیم. سمیره بانیم اجازه خواست بفرمایید. جناب شما میفرماین: دوشینه با میخانه شدم از تو چه پنهان، مست از دو سه پیمانه شدم از تو چه پنهان. ما به استقبال از او چنین سرودیم: عشق تو دیوانه شدم از تو چه پنهان، در عشق تو دیوانه شدم از تو چه پنهان، عمریست به ویرانه شدم از تو چه پنهان. با عشوه و تنازی از آن ناوک مژگان، آماج این نشانه شدم از تو چه پنهان. با آن نگاه گرم و دلانگیز دو چشمت، با آن نگاه گرم و دلانگیز دو چشمت، یک شور عاشقانه شدم از تو چه پنهان. دیدم که سر زلف پریشان کرده بودی، دیدم که سر زلف پریشان کرده بودی، گیسوی تو را شانه شدم از تو چه پنهان. از خرمن زلف سیه و خانه بدوشت، پا بسته و زولانه شدم از تو چه پنهان. در عهد و وفای تو چنانم که در این شهر، در عهد و وفای تو چنانم که در این شهر، از غیر تو بیگانه شدم از تو چه پنهان. دیشب تو بدیدم که توی ساقی مجلس، دیشب تو بدیدم که توی ساقی مجلس، خاک در میخانه شدم از تو چه پنهان. از بحر دل غیر و رقیبان تو جانا، چون زهر به پیمانه شدم از تو چه پنهان. در عشق تو آشفته و سرگشته چنانم، کاوارز کاشانه شدم از تو چه پنهان. نبود به گلستان جهان چون گل رویت، بر روی تو پروانه شدم از تو چه پنهان. سر تا به قدم سوختم از درد فراقت، مجنون این زمانه شدم از تو چه پنهان. دوشم به گریه گفت مقنن که به عشقش،
دوشم به گیریه گفت مقنن که به عشقش اسطوره و افسانه شدم از تو چه پنهان، در عشق تو دیوانه شدم از تو چه پنهان، عمری با ویرانه شدم از تو چه پنهان. بسیار تشکر جناب مقنن سب، لطف کردین، شبتون بخیر باشه. از اینکه برای ما وقت دادین، زنده باشین، روز شما بخیر. خب جناب محبوب، شنونده گرامی ما جناب محبوب از پروان بلین هستن. جناب محبوب سلام عرض میکنیم. سلام آقا. سلام علیکم. سلام های ممنوع از صفا و صمیمیت خدا خدمت محترم ملکیار صاحب و پرودوسر زحمت که شما محترم تامین اسلام و همه از شهروندان گرامی و گناهکار. زنده باشین آقا جان. اسم محبوب الله است، محصل سال سوم تعلیم تربیت پروان. مهربانی میکنم. یه اولی مرتبه است که با شما صحبت میکنیم. خوش آمدین آقا. اگر اجازه بدید تشکر زنده باشه. اگر اجازه باشه یک بار شعر کوتاه دارم از محمود طرفی. شعر کوتاه باشه مهربانی میکنین، برای که دوستای دیگه هم بلاین داریم، وقت کم داریم. مهربانی کنین آقا جان. معارف گلستان دان که ریحانش بود تحصیل، معارف عندلیب خان کرانش بود تحصیل، اگر اهل معارف بگذرد باقی بود نامش، حیات جاویدان علم از برهانش بود تحصیل. مه بزم معارف می دهد از جهل آزادی، خسارات دیدگان را رفع خسرانش بود تحصیل. معارف شد غذای روح و جان، آن بود مکتب، جهالت درد بیدرمان و درمانش بود تحصیل. معارف جمع آگاهی بود اندر زمان ما، که از شر جهالت ها نگهبانش بود تحصیل. بیا محمود از فیض معارف تازه کن جان را، بنای قصد جان عرفان ارگانش بود تحصیل. تشکر از شما. تشکر از شما آقا، زنده باشین. زنده باشین. خب شنوندگان گرامی، جناب جاوید شنونده محترم ما از مزار شریف بلین هستند. جناب جاوید سلام عرض میکنیم آقا. جناب جاوید از مزار شریف؟ بله بله. جناب موج بله بله. بسیار معذرت میخوایم، نامتان بله. اشتباهی تلفظ کردم. جناب موج سلام عرض میکنیم آقا. ما هم تمنیت بی پایان خدا خدمت تمام کارکنان رادیو و آشنا و بخصوص از زان برنامه گنج شایگان و شنوندگان عزیز تقدیم مینمایم. مهربانی میکنین آقا جان. و شعر انتخابی را دارم از سروده های رامینجان فرارون، اگه اجازه شما باشه با خوانشین. بله اگه معلوم دار وقت ما را، خب شما از همه بهتر باری که کمی وقت ما را احساس بله میکنیم. بله. زنده باشین آقا جان، بفرمایین. خب از خیش برون رفتم و بیدار شدم من، واقف به همه معنی و اسرار شدم من. منصور صفت در ری بغداد محبت، یک جلوه حق دیدم و بردار شدم من. از فیض بهاری که جهان خرم از آن است، خشکیده گلی بودم و گلزار شدم من. نظاره او سوخت دلی کوه و دمن را، حیرت کده جلوه دلدار شدم من. مدهوش خرد بودم و در بند تحیر، یک ساغر می خوردم و هوشیار شدم من. از خال خط زهره جبینان دلارا، دامی بدهادند و گرفتار شدم من. درمان غمی جان غم عشق است فرارون، دادن به من این غم غم و تیمار شدم من. و تشکر از شما آقا. و در خاتم مهربانی کردین، انشالله شبای دیگه هم انتظار تلفن شما می باشیم. امیدوار هستیم به سلامت باشین تا صحبت آینده. شب و روزتان بخیر باشه. خب شنوندگان ارجمند،
صحبت ما امشب تا اینجا که رسیده، امیدوار هستیم مورد پسندتان واقع شده باشه و امید میکنیم این مبحث دلنشینه و پر از محتواره در برنامه های دیگام دنبال کنیم. یک آغاز بود و امید میکنیم که اگر در این کم و کسر داشتیم شما را با بزرگی خود ببخشین. آل شنونده گرامی ما جناب حشمت امید از جرمنی بلین هستن. آقای امید سلام عرض میکنیم. سلام با شما ملکیار صاحب، مدیر است که در برنامه نبودیم. خوشحال هستم که حال صدای ما و از این طریق به گوش دوستارا میرسانم. سلام، خوش وقت شدیم از اینکه تمام همکارا سلام خدا میرسانم به تمام خانواده گنج شایگان. زنده باشین دوستا. من کمه که جنجال ها و اینا داشتم که نتانستم تماس بگیرم. انشالله که به خیریت سپری شده همه چیز. لطف میکنه کمه چیز پرابلم های مشکلات سیهی هم بود و شکر که به خیر سپری شده. زنده باشین. لطف میکنین. ما گاگای برنامه را تعقیب کردیم، همیشه نمیتانستم اما شنیدیم. بعد همکارا را آوازشان را نمیشنوم، آقای غنی را یا انیسه جان را دیر شده نشنیدیم، لینا جان روزبی را صداشان را نشنیدیم. فعلا نمی تقسیم اوقات ها تغییر کرده و روی وظایف مختلفی که به دوش همکارای ما گذاشته شده از او خاطر بعضن شاید رسیده نمیتونن به برنامه گنج شایگان. همه به سلامت باشن. همه خوب هستن، شکر مهربانی شماست. برنامه در مورد پند و نصیحت و استاد سخن سعدی بود. من میخواستم چند حکایت نمونوار بخونم، یکی را میخونم برای اینکه وقت برنامه آسه مهربانی میکنیم لطف میکنیم برای که آهنگ باز تلفن گرفتیم که تکرار شد. یکی دم به مورد مناعت طبع است. بله. یکی راز مردان روشن زمیر، امیر ختن داد تاق حریر. ز شادی چو گلبرگ خندان شو گفت، بپوشید و دستش ببوسید و گفت: چه خوب است تشریف شاه ختن، و زان خوبتر خرقه خیشتن. گر آزاده‌ای بر زمین خسب و بس، مکن بهر قالی زمین بوس کس. یک حکایت کوتاه بود براتون خوندم در مورد مناعت طبع بود. استاد سخن سعدی در دیوان خود بسیار چیزا دارم. من دیگرم انتخاب کرده بودم، کم طویل است، منتها باشه با برنامه های بعد. انشاءالله برنامه های دیگر باز به می موضوع والا اختصاص میتیم. بله. از سهمگیریتون تشکر، از اینکه صحت دارین. بسیار خوش وقت شدیم. سلام و احترام خدا به تمام همکارا و دیگه شنونده ها میرسن. بسیار مهربان هستین. از طرف ما احترامات قبول کنین. انشاءالله تا صحبت آینده. وقت خوش باشه. لطف شماست. خب شنوندگان ارجمند، من فکر میکنم پیش از اینکه برنامه را ختم کنیم و به پارچه موسیقی که قبلا شنیدین از فرهاد دریا و او را دوسته ایتن از شنوندگان عزیز تلفونی از ما خواستن که اگر دمی برنامه تکرار کنین باز به خدمتتان تکرار میکنیم. فقط یک چیزی از حضرت سعدی میگفتم و که همین چیز میرسانه، همین حقیقت بسیار واضح را میرسانه که همیشه ما و شما در ادبیات خود داریم، در زبان عامیانه خود داریم که از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. اصلا ازی یک روز کفش دوزی گفتا به گهزن خود، که این کفش دلبری ماست باید نکو بریدن. بعضا در نوشتایت را آمده که استاد کفش دوزی روز برنده را گفت، همی گهزن و برنده یکیست. استاد کفش دوزی روز برنده را گفت، این کفش دلبری ماست باید نکو بریدن. گهزن ز شوق نالید سر را به سنگ مالید، از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن. خب شنوندگان ارجمند، با تقدیم آهنگ برنامه
امشب به پایان میرسه و ما از شنوندگان عزیز خود جلیل خان از هرات و نظربیگ از بغلان و منگل صاحب از پاکستان معذرت میخواییم که فرصت نموند که با اونا به تماس شویم. در برنامه دیگه اگر خواستن به روز شنبه خواسته باشن ما به خدمتشان هستیم. معذرت ما را بپذیرن. با این آهنگ برنامه ختم میشه. برنامه انگلیسی را بعد از این فراموش نفرمایید. شنوندگان عزیز از من در هر کجای دنیا که هستین خداوند یار و مددگارتان و الله یاورتان باشه. عالم از چشم ترم شد مای فروش بر سنگو میگویم خاموش آسمان عمرش مینای مرا میزند بر سنگو میگویم خاموش عالم از چشم ترم شد مای فروش عالم از چشم ترم شد مای فروش زین قدا خون خانه ها آمد بجوش عالم از چشم ترم شد مای فروش از این فرق ندارد نشونوش همچو شم از سر بریدن زنده بیش از این فرق ندارد نشونوش عالم از چشم ترم شد مای فروش عالم از چشم ترم شد مای فروش زین قدا خون خانه ها آمد بجوش عالم از چشم ترم شد مای فروش عالم از چشم ترم شد مای فروش زین قدا خون خانه ها آمد بجوش عالم از چشم ترم شد مای فروش عالم از چشم ترم شد مای فروش